سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون عالی باشه. من هانیه هستم، یک آشپز خانگی که دستورالعمل‌هایی که بارها امتحان کردم رو با شما به اشتراک میذارم. پس با خیال راحت همه دستورات رو امتحان کنید و لذت ببرید. برای شروع به آب در حال جوش کمی نمک و زردچوبه اضافه میکنیم. حالا 300 گرم ماکارونی رو به آب در حال جوش اضافه میکنیم و اجازه میدیم تا نرم بشه. برای این غذا ماکارونی رو بیشتر از حد معمول میجوشونیم. در این فاصله یک عدد پیاز کوچیک رو به صورت نگینی ریز خرد میکنیم. یک عدد فلفل دلمه‌ای کوچیک رو هم دونه هاش رو جدا می‌کنیم و به صورت نگینی ریز خرد می‌کنیم. حالا پیاز رو به تابه اضافه می‌کنیم تا کمی سبک بشه. بعد از اینکه پیاز سبک شد، فلفل دلمه های خرد شده رو اضافه میکنیم و با هم کمی تفت میدیم. حالا سویای خیس خورده آب گرفته شده رو اضافه میکنیم و همراه پیاز و فلفل دلمه ای خوب تفت میدیم. در این مرحله اگر دوست داشتین میتونید از گوشت چرخ شده هم استفاده کنید. حالا ربع گوجه فرنگی رو اضافه می‌کنی و با بقیه مواد تفت می‌دیم. می‌تونید از پوره گوجه هم استفاده کنید. برای ادویه هم من کمی نمک، زردچوبه و پاپریکا اضافه می‌کنم. شما اگر ادویه دیگه‌ای دوست دارید می‌تونید اضافه کنید. در نهایت هم کمی نخود فرنگی اضافه میکنم و مواد رو با هم ترکیب میکنم. حالا ماکارونی های نرم شده رو آبکشی میکنیم، اما آب سرد روش نمیگیریم تا چسبندگیش حفظ بشه. مواد آماده شده رو کنار میذاریم و میریم سراغ ماکارونی هایی که آبش کشیده شده اما آب سرد روش نگرفتیم. حالا ماکارونی ها رو داخل غذاساز می‌ریزیم. اگر غذاساز ندارید، ماکارونی رو با گوشتکوب بکوبید تا کاملا نرم و یک دست بشه. حالا به ماکارونی ها 2 عدد تخم مرغ و 2 قاشق غذاخوری آرد اضافه می‌کنیم و مواد رو به خوبی با هم میکس می‌کنیم. در نهایت مواد باید به این حالت در بیاد و به همین خوبی چسبندگی داشته باشه. حالا دستمون رو با کمی روغن چرب می‌کنیم و از مواد به اندازه 1 نارنگی برمی‌داریم. وسطش رو گود می‌کنیم و از مواد آماده شده قرار می‌دیم و به راحتی جمعش می‌کنیم. هر جا لازم بود مجدد دستتون رو چرب کنید و بهش شکل بدید. اگر دوست داشته باشید به مواد داخلی میتونید پنیر پیتزا هم اضافه کنید. تمام مواد رو به همین شکل آماده میکنید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و حتماً زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که آموزش های جدید رو دریافت میکنه. حالا کبه های آماده شده رو در روغن داغ سرخ میکنیم. به همین راحتی یه غذای جدید و خوشمزه داریم که مطمئنم از خوردنش لذت میبرید.
امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. لحظاتتون خوش. خدا نگهدار.